درود گرم داروش باقری هستم در برنامه ویژه بیگ بنگ. خیلی خوشحالم که این برنامه مورد استقبال شما قرار گرفته، حتما هم فقط به خاطر حضور جناب پروفسور ابراهیم ویکتوریس که با مطالب جذاب و شنیدنی و علمی که میگویند این برنامه رو شنیدنی و دیدنی میکنند. این برنامه بر اساس مسائل علمی فقط هستش، نه هیچ موضوع دیگری. به اعتقاد و مذهب و دین هیچ ربطی نداره مسائل علمی، اینها دو مقوله جدا از هم هستن و سعی میکنیم واقعیت‌های علمی رو از لحظه پیدایش جهان یعنی بیگ بنگ ما بررسی کنیم، نگاه کنیم، باش صحبت بکنیم و ببینیم که چگونه بوده و چگونه شده ایم. در 7 برنامه قبل رسیدیم به کره زمین، تشکیل کره زمین و اتفاقی که افتاد در حقیقت به خاطر برخورد شهاب سنگ های آبدار و تشکیل کره زمین از قطعات کوه مانندی که حاوی آب بود و اقیانوس ها پدید اومد. پدیده پنجی رو گفتیم، چگونه قاره ها بعد از مدت ها در اثر زلزله و آتش فشان و غیره از هم جدا شدن و قاره های کنونی رو تقریبا تشکیل دادن. تقریبا به یه جایی رسیدیم که تکامل کره زمین رو آقای ویکتوری توضیحاتی دادن راجبش. اجازه بدین اول یه سلامی بکنم خدمت جناب آقای ویکتوری عزیز. سلام آقای ویکتوری. سلام دارش خان، حالتون چطوره؟ خیلی خوب، عالی، مرسی. شما خوب هستید که؟ الحمدلله، مرسی. شما هم تماس داشتین برای برنامه؟ یکی دو تا همیشه ایمیل و این اون میاداره. فقط یکی خواستم که بیشتر راجع به خودم حرف بزنم، نمیدونم چرا. آره خب جذابه، خاطرات شما هم خودش جذابه. من که نه، این برنامه فقط راجع به علم فیزیک و فلان این هست که خواهد کتاب و به خود تنظیم بدیم که چی هست. خب جناب ویکتوری، جلسه قبل رسیدیم به تشکیل قاره ها و تقریبا کره زمین شکل تقریبا کنونیشو گرفت. از اینجا بریم تا بعد برسیم به تکامل حیات. بفرمایید. اوکی. پس فعلا نشستیم زمین که تشکیل شده، ولی قبل از اینی که زمین به این صورتی که حالا هست، پنج قاره‌ای که ما داریم و این اون و درش 4-5 آدم های مختلفی زندگی میکنن، من که بگم آدم های مختلف مقصودم مثلا در بلک، براون، یلو، رد که میشه سرخپوست هایی که در آمریکا هستن، اون زرد رنگ هایی که در ژاپن و ایست ایژیا و اونجا هستند، به قول معروف سیاه ها که در آفریقا هستند و از آفریقا آمدن، و سفید ها که در اروپا و میدل ایست هستیم، و چطور ما با هم دیگه مینگل شدیم به صورتی که الان به جایی رسیدیم که در همه قاره ها همه نوع انسان هایی که انسان‌های مختلفی که براتون گفتم وجود دارن. وقتی بگم انسان‌های مختلف، فقط برای خاطر اینه که اون تکسلولی که حیات رو تشکیل داد، و وقتی میگم حیات یعنی بشر و همه حیوانات، هر چه حیوانی که شما ببینید، جانداران، آره، همه حیواناتی که در زیر آب هستن و روی زمین هستن و اینا همه، و از کجا اینها اوریجینشون چی بوده، از کجا شروع شدن. گفتم که اینا همه از یک تکسلولی که در زیر اقیانوس در حدود 4 میلیارد سال پیش، زمین الان 5 میلیارد ساله که به وجود آمده، و بعد از 1 میلیارد سال طول کشید تا اینی که زمین بالاخره به صورت یک قاره‌ای در اومد که اقیانوس بزرگ بود و یک قاره، و از 4 میلیون سال پیش در اثر زلزله اینا جدا شدن و اینا اون، که امروز که ما اینجا هستیم فعلا 5 قاره رو داریم، و در همه این قاره ها هم آدم های بشر یکی از حیوان هایی هست، مثل اینکه در حدود 26 هزار حیوان مختلف الان در سطح زمین و زیر آب و اینا چیزهای مختلف دارن زندگی میکنن. این البته مرتب فرق میکنه،
هر سال و هر 10 سال و هر قرنی مقدار زیادی از حیواناتی که در زمین وجود دارد اینا از بین که میرن، این که فقط فسیلشون میمونه. ولی الان هم همون جوری که بشری که ما داریم میبینیم در عرض این 100 سال پیش، ببینید چقدر ما شانس داریم. و بیشتر درباره این هفته پیش صحبت کردم که ما در عرض این 100 سال پیش که خیلی خیلی بشر باهوش شده و باهوشتر شده و به جایی رسیده که تونسته با علم فیزیک و قوانین کاز اند افکت که میشه به فارسی علت و معلول، که چطور چیزهای مختلف، تئوری‌های مختلف فیزیک و اینا اون به وجود آمدن. و در عرض این 100 سال آخره که ما بیشترین و بزرگترین تحولات رو در سطح این دانشی که ما درباره فیزیک و شیمی و چیزهای مختلف داریم هنوز وجود دارن. اوکی؟ شما مثل که یه تلفونتون زنگ میزنه ها؟ شما دارید تلفن میکنید به من؟ نه، یه نفر داره تلفن میکنه. نه بلش کن، برای از بیرون خیال کردن که من یه چیزی میشده. نیست، من میشتر منظرم یه چیزی حالا شخصی باید بگم دارید شد مردم هم خوششون بیاد. یه دفعه من چیز کرده بودم، یه دفعه من میدونید برز قند من دارم و یک دفعه ظهر بود اینجورا، بعد از بعض خاطر برز قندی که داشتم قندم پایین رفت بالا اومد و اینا، اونو من بیهوش شدم و خودم هم فهمیدم که دارم بیهوش میشم و خیال کردم که دارم میمیرم، تا اینی که دفعه بعدی که چشمم رو کردم دیدم که ای بابا 2-3 تا از کازینام و این و اون همه اینها در چیز هستن، دوروبر تخت خواب من همه جمع شدن و نرسم، یه نرسی من دارم که این تقریبا 2 روزی 3 روزی یه دفعه میاد اینجا به کارهای من میرسه و این و اون، اون همون اینجا بود و پسرم اینجا بود و زن سابقم اینجا بود و او مای گاد. اون وقت یکی از کازینای سکند کازینام البته اینجا، اونم دیدم که دور پایین تخت خواب من وایساده، من فورا فهمیدم چی شده، گفتم که آی داد بیداد، همینجوری حالا بلند دارم حرف میزنم، گفتم ای داد بیداد، من خیال کرده بودم که مردم، راحت شدم از این دنیا و این اون، حالا شماها به خصوص تو رایان اسم پسره بود که اینو، گفتم تو من تلفن کردی دیدی من جواب نمیدم، بعدا گفتی که این حتما یه چیزی شده، اومدی اینجا پایین کلید گرفتی اومدی بالا توی اتاق دیدی که من بیهوش شدم، خیال کردی من مردم، تلفن کردی به همه این فک و فامیل دور رختخواب من الان جمع کردی رو، 4 تا هم از این اینا که آمبولانس میارن و این اون از UCLA هاسپیتال آورده بودن، گفتم این 4 تا رو همه رو تو تلفن کردی و گفتن بیام، درسته؟ گفت آره درست، همین جوری شده، ما همه اشکال کردیم که تو مردی ولی الان میبینیم چشماتو باز کردی، چطور شد؟ گفتم چطور شد بعد که احمق تو نمیدونی فکر کنی، مان یور اون گاد دم بیزنس، شروع کردش پرخاش کردن و گفتن که تکلیف خودت با تو چی کار داری وقتی میبینی من تلفن جواب نمیدم، برمیداری همه پسر و زن سابق رو نمیدونم این و اون رو همه رو میاری دور من جمع میکنی و با همه دوستتون دارن نگرانتون شدن دیگه. گفتم که این 4 تا رو که دیدم گفتم حتما این 4 تا نرسا منو دوباره باهوشم کردن، نه گفت آره آره و اومدیم اینجا دیدیم که اینا که وقت که تو رو دیدن این 4 تا نرسا آزمایش که کردن گفتم ای تو نمردی، هنوز داره قلبت میزنه و هنوز نبض داری اینا اون، اینا فهمیدن که شما چیز دیابتیس داری، بیهوشی برز قندیت گرفته و یک گلوکوز و اینو بهت زدن و الان چشماتو باز کردی داری با ما صحبت بکنی.
بازه گفتم که خب خلاصه راین به خیر گذشت. نه من اتفاقا جدی دارم اینو بهت میگم داریش، من ناراحت شده بودم که برگشتم، خیال ای کردم بابا نگوید اون شده رفته، ولی به هر صورت گفتن باید بریم مریض خونه، من رو بردن دو سه روز مریض خونه موندیم و این اونو خواسته دیگه دوباره شروع کردیم تا به حال. خلاصه این هم یه داستانیست که بلا دور باد از شما، بلا دور باد از شما، انشاءالله که حالا حالا زیر سایتون باشیم ما. اون قبل از این بود که من دوباره تو رو پیدا کنم داریشم بیایم با هم دیگه برنامه بذاریم و اینون این برنامه که حالا برای شما برنامه چهارم پنجم ما داریم هشتم برادر هشتم دوماره این برنامه رو که داریم میذاریم، من خیلی خوشحالم برای خاطر اینکه روش کار میکنم و میدونی که من الان 15-20 ساله که در تلویزیون هستم، من فقط و فقط به زبان فارسی در تلویزیون برنامه میذارم. چرا؟ برای خاطری که این رو برای هممیهنهای خودم میخوام درست کنم، میخوام اینا داشته باشن، من به اندازه کافی به زبان انگلیسی تو دانشگاه و اینا صحبت کردم و حرف بزنم و نمیدونم فلان اینا اون، ولی دفعه پیشم که گفتم به همه گفتم که من درسته که هم آمریکایی هستم هم ایرانی، من الان 90 سالمه، 68 ساله که من، نه بیشتر، در تقریبا 70 ساله که من الان تو آمریکا هستم و قبل از انقلاب برای 7 ماه 8 ماه رفته بودم ایران، ولی اون سفری که من در ایران رفتم 8 ماه پیش، من به عنوان یک ساینتیست نیروی هوایی آمریکا منو در دوره شاه بردن در ایران که اونجا در وزارت کشاورزی منو کردن رئیس همه مهندسایی که از اسرائیل اومده بودن، مهندسای اسرائیلی بودن که اومده بودن ایران و داشتن برای وزارت کشاورزی کار میکردن. اینها محصلای چیز این دانشمندای مال اسرائیلی که در ایران بودن حرف هیچ که رو گوش نمی‌کردن، چون از اینجاهایی اومده بودن که الان در جنگ هستن با هم دیگه دارن هم دیگه رو میکشن و اومدن و فلان و بیسار اینا اون بودن در کیبوتسیما، اینا از کیبوتسیما اینا رو آورده بودن به ایران و مثل اینکه در دوره جنگ بود که ایران که مصر و اسرائیل داشتن، شاه مقدار زیادی نفت به اسرائیل ها فروخته بود، در حدود 7-8 بیلیون دلار اسرائیلی ها به ایران پول بده کار بودن و البته پولشو نداشتن بدن به شاه، در عوض شاه از اونها درخواست کرده بود که اونها مهندس و اینا بفرستن، برای اینی که 68 مهندس اسرائیلی از اسرائیل آمده بودن در ایران و داشتن از شمال ایران تا جنوب ایران پروژه های خیلی بزرگی داشتن در وزارت کشاورزی. حالا اینایی که منتها چیزی که هست این مهندسایی که از اسرائیل آمده بودن اینا پولی نمی گرفتن، برای هر کدوم از اینها شرکت اسرائیلی که اینها رو آورده بود در ایران و کنترل بسته بود با وزارت کشاورزی اینون، به هر کدوم اینها ماهی 8000 دلار حقوق میداد. اون موقع برای ماهی 8000 دلار چی پول که ایران نمیدادن؟ نه که برای ما تو ایران دلار هفتمن پولی نبود، ولی برای اونا خیلی پول بود. برای اونا خیلی پول، نه برای ما هم به هر صورت ماهی 8000 دلار شاه گفت خب هر چی میخوام بهشون بدید، چون این پولا رو از اون 8-9 میلیارد دلاری که شاه نفت فروخته بود به اسرائیلیا بده کار بودن، اونا که تا میدونست که اینا پول بده نیستن. در ضمن یه چیزی هم بهت بگم، اگر میدونی شاه و چی بود اسمش، این یه روی یه چشتاش چی بود، موشه دایان، اینا رفیق جوری جوری بودن با هم دیگه. مشدایان هر ماهی یه ویکندی این و اون از اسرائیل میمد در ایران و با شاه خلاصه خوش میگذروندن با هم دیگه و این و اون، خلاصه
این دوتا با همدیگه صحبت که کرده بودن موقعی بود که در مقدار زیادی مسئله پیدا شده بود برای کشاورزی در ایران و حالش خیلی خراب بود کشاورزی، و موشه دایان به این گفت که ما این همه به تو پول بده کاریم، بیا از ما چیز بگیر، مهندس و اینا بگیر. 65 تا در عرض 7-8 ماه 65 تا چیز مهندس اسرائیلی اومده بودن و برای وزارت کشاورزی کار میکردن، اما این مهندس های اسرائیلی به حرف هیچ کسی تو ایران گوش نمیکردن. وزیر کشاورزی یه موقع بعد اسمها یادم میره، الان فوت کرده، کشترش، همون موقعی کشترش که انقلاب شد و اینه، اون وزیر کشاورزی کی بود که کشتر؟ نمیدونم، یادم نمیاد. منم هفته اول کشتر، آره، رفیق جوری جوری آقای حبیب الغانیان که پسر خاله من بود و حبیب الغانیان هم اینا کشتر. میدونی که اولین ایرانی که یهودی که کشتر حبیب الغانیان، برو حبیب الغانیان بود. به هر صورت خلاصه از طرف دیگه در آمریکا اینو خوب گوش کن، خیلی اینترستینگه بدونید، در آمریکا کسی برای ناسا کار نمیکرد. گوش میدید که اینا چرا؟ برای خاطر اینکه ناسا طبق یک قانونهای دیگه ای بودن، که قوانینی بود که اونهایی که برای دولت آمریکا کار میکردن طبق اون قوانین معلوم بود که کی باید ریتایر بکنن و کی نکنن و اینا. اون بنابراین اینها در یک شرکت های مختلف کار میکردن یا دانشگاه های مختلف، و این جالبه بدونی که ناسا این همه ایرانی که برای ناسا کار میکردن و هنوز هم دارن کار میکنن، الان که من دارم با تو صحبت میکنم در حدود 250 تا ایرانی داره برای JPL Jet Propulsion Laboratory داره کار میکنه برای ناسا. Jet Propulsion Laboratory قسمتی از ناسا است، ولی میدونی واسه چی؟ ناسا با کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی کنترات میبنده، کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی همه اینها رو هایر میکنه و میان کاراشون رو برای ناسا میکنن و اینجوریه. منم موقعی که الان در سال 1960 بود که من 3 سال برای ناسا کار میکردم، من چیز کارمند ناسا نبودم، من کارمند MIT بودم. در MIT کنترات بسته بودن و بله گفتین اون دفعه از طریق دانشگاه. آره به هر صورت، و موقعی هم که رفتم ایران با نیروی هوایی آمریکا با نیروی هوایی ایران قرارداد بستن که من رفتم ایران و در وزارت کشاورزی کار میکردم. گوش میدی؟ این برای این بود که من در ایران که بودم، منو به عنوان یک آمریکایی در کتابهایی که چون نگهداری میکردم اینو، اینجوری بود. خلاصه اینو بگم که همه بدونن که الان 250 تا ایرانی که بچه های ایرانی که دارن در برای Jet Propulsion Laboratory کار میکنن، همه اینا کارمندای کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی هستن، برای ناسا کار نمیکنن. فیروز نادری؟ نادرم همینجوری، آره، دکتر فیروز نادری هم برای کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی و Jet Propulsion Laboratory. Jet Propulsion Laboratory شرکتی هست، لابراتوری هست که به حساب قسمتی از کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی هست. گوش بدید، ربط داره 100% با کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی. فیروز نادری هم که معاون ناسا بود، البته کارش معاونی ناسا بود، گوش میدی، کارش همه با ناسا بود، در تکساس میرفت و میمد چون مرکز ناسا در آمریکا در تکساسه، ولی حقوقش و اینا رو کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی بهش میداد. وقتی هم که فوت کرد فیروز، قبول کنم که خود
همین JPL یک یادبودی برای فیروز گرفته بود که در بعد از یادبود به من تلفن کردن و فیلمی که از این یادبود گرفته بودن یک ساعت و نیم بود که همه این آمریکایی‌ها درباره فیروز نادری صحبت می‌کردن و کارهایی که فیروز نادری کرده بود و اینا اون اونا فیلم ها رو فیلم یک ساعت و نیمه رو به من دادن و از من خواستن که برم در همون اون تلویزیون ایرانی که من در اونجا بودم که وقتی که من در صحبت می‌کردم به فارسی همه با هم دیگه بودم اونجا. بله بله. آره با آقای فیکتوری خیلی دور نشیم دیگه از موضوع ها. نیم ساعت دیگه ما وقتمون بیشتر نمونده. مردم گفتن که اینا رو بیشتر آره، رو خوش آره. رو به هر صورت حالا ما کاری که کردیم این کتاب هم که من نوشتم همش موقعی بود که کار برای نحسا داشتم کار میکردم و این اون من نیروی هوایی من برای نیروی هوایی نیروی دریایی و نحسا همیشه کار میکردم ولی به غیر از هر موقعی که من برای اینا کار میکردم یک دانشگاهی یا یک شرکتی در آمریکا منو هایر میکرد و من از طرف اونها قدرات میبستن با دستا یا نیروی هوایی یا نیروی دریایی و اینجوری من بود که رابطه داشتم باشون. شما یکی از همون انسانهایی که در کره زمین به وجود اومد و پیشرفت کردش و به تکامل جدی رسید شما بودین؟ من بودم. آره من در سال 1952 اومدم آمریکا و از اون موقع تا الان فقط یک سال در ایران بودم، اونم درست قبل از انقلاب بود. هفته ای که انقلاب شد و خمینی رو آوردنش از اروپا، خلاش آوردنش ایران و این و اون، یه هفته قبل از اون از نیروی هوایی آمریکا به من تلفن کردن گفتن که گرد در کاموی سری برگرد. آره سری برگرد. من اون موقع بود که من ایران اومدم بیرون قبل یک هفته قبل از اینکه انقلاب بشه توش بوده موازه به ما بودن. این قسمت اینترستینگی که گفتم که مردم بدونن. حالا به هر صورت خوشبخت شدم که در اونجا شما رو دیدم آقای باقی. چینه دلم من تو با هم دیگه الان چه 15-20 ساله که با هم دیگه داریم کار میکنیم. بله بله در کانال یک با هم دیگه کار میکردیم و اینجا هم شما من آوردید که الان گفتید که این برنامه رو بذاریم. داریم میذاریم 5 روز 5-8 هفته است که گذاشتید و انشالله که تا وقتی که من زنده هستم و تا وقتی که شما بعد از من هم که زنده هستید انشالله میدونید این برنامه ها رو بذارید فقط و فقط به زبان فارسی و فقط و فقط برای ایرانی ها گذاشتیم. دم شما گرم. ایشالله که ما زیر سایه شما حالا حالا باش. خب بریم سراغ حیات در کره زمین. حالا هفته پیش صحبتی که ما کردیم راجع به این بود که چجوری زمین تکامل پیدا کرد. از اون قول شما گفتنی از این سنگ های خام و نمیدونم که آتش چی بیکرد وقتی که اینجایی که وقت آتش فشار میاد مواد مذاب خلاص از اینا سطح زمین بود و تکامل کشه 1 بیلیون سال طول کشید تا اینکه زمین 5 قاره ها رو به وجود آورد و کم کم حیوان ها از زیر دریا اومدن در سطح زمین زندگی کردن. هفته پیش همه اینا رو گفتیم و گفتم که ماهی ها از زیر دریا اومدن بیرون در سطح زمین و تکامل پیدا کردن. البته ماهی که نبودن، اومدن دیگه دست و پا در آورده بودن و میتونستن رو زمین راه برن دیگه. دست و پا زیر اجساش رو نشون دادم. بله به هر صورت اینا از زیر دریا اومدن و در سطح قاره در روی اجقاره های مختلف اینا شروع کردن به اینی که تکامل پیدا کردن بشر به صورتی که الان هست. حالا تا اینجا رو صحبت کردیم. اینی که الان باید به همه بگم اینی که فرق بشر با بقیه حیوانات فقط یه چیزیه. بشر عاقله، هوشمنده،
درس میخونه، صحبت میکنه و علم فیزیک میدونه، علم شیمی میدونه و اینها رو در حدود 7-8 هزار سال پیش تا به حال کم کم ما شروع کرد، بشر شروع کرده که در سطح زمین این اطلاعات رو به دست بیاره. این اطلاعاتی که به دست میورد چه کار میکرد؟ بشر داشت تکامل پیدا میکرد. حالا یا اون عکس حیوانه رو بذارید که از میمون شروع میشه بیا تو پیش کامپیوتر بشینه. بله. اوکی؟ خلاصه این بشر تکامل پیدا میکنه. حالا جزء تکامل شدن بشر چیه؟ اینه که ساینس رو یاد گرفت. علمو. فیزیک رو یاد گرفت. علم شیمی رو یاد گرفت. متوجه میشید؟ و اینها رو چجوری شد؟ موقعی شد که بشر شروع کرد به تکامل پیدا کردن، از اون حیوانی که از زیر دریا اومده بود بیرون و میمون شده بود و کم کم آدم شده بود و اینا، اون چجوری تکامل پیدا کرد تا اینی که بشری شد که امروز بر مثل من و بقیه هستیم در آمریکا که داریم سعی میکنیم که بریم دوباره کره ماه و بریم، نقشه گذاشتیم که بریم در سیاره های دیگه و این و اونو و واسه بفهمیم بدونیم چی هست و این اینا فقط 50 ساله که بشر داره این کار رو میکنه. و چقدر ما هممون الان این اطلاعات داره به وجود میاد. ولی قبل از این اگه برگردی بشر باید بریم شروع کنم به تو صحبت کنم درباره هر تکامل پیدا کنم از موقعی که از میمونی اومد قیافش قیافه آدم شد، چجوری کار زدگی میکرد و چجوری از اون موقع به اینجا رسید. موقعی که صدا داره میاد. نه بفرمایید. موقعی که بشر تکامل پیدا کرده بود و از شکل میمون در اومده بود و شکل انسان پیدا کرده بود، دیگه تقریبا دفعه پیش گفتم براتون چجوری اینها از سکس و لاو و اینا اون شروع شد، زن و شوهری پیدا شد، یه زن مرد و یه زن. این حس جلسی، حس حسودی که دارن باعث شد که مرد و زن، یه مرد به یه زن میگه که حالا بیا فقط من و تو، ولی اون موقع فقط با یه پدر بودن و با دوتا بچه هاشون. و دفعه پیش یادتونه که بهتون گفتم هانتر گدرر بودن، میرفتن اونجایی که خزا براش بود. ولی کم کم که تکامل پیدا کردن اینا یاد گرفتن که در یک جایی خودشون غذا رو درست کنن، خودشون حیوان پرورش بدن و خودشون سبزی و نمیدونم درخت و فلان اینا بکنن و فامیل شروع شد. فامیل یعنی چه؟ یعنی از یه مرد و یه زن وقتی که بچه که دنیا آوردن بچهشون باهاشون موند، اینا پدر مادری کردن براشون، مثل حالا که ما هستیم و چجوری از بچه همون نگهداری میکنیم. و بچه هم که بعد از اینی که با هم دیگه زن و شوهر شدن و اینا، اونا هنوز با پدر و مادرشون موندن و اون اولین موقعی بود که دیگه هانتر گدرر نبودن، اینا در یک شروع میکردن در یک ویلیج زندگی بکنن، در یک جای زندگی کنن که دهکده خیلی کوچیکی بود و شاید 100 تا 200 تا آدم در اونجا بود. این بیگینینگ یعنی شروع چی میگرده؟ چیز بشر شد. اجتماعی زندگی کردن. اجتماعی زندگی کرد. اوکی؟ و کم کم بزرگ شد. حالا این بزرگ شدن بشر که شروع کردن همه با هم دیگه در یک جای زندگی کردن و این و اون، این در حدود مثلا از 10-12 شروع شد برای خاطر اینی که اینها بتونن با هم دیگه زندگی بکنن.
شد مثلا بگو وقتی که دیگه سکن کازینو ترد کازینو اینو که بزرگ شده دیگه تفاوت فامیل فامیل به وجود اومده و دیگه اون خودشناسی که ما فامیلیم که ریلیشن با هم دیگه داشتیم دیگه نداشتیم. بنابراین فامیل های قریب میبایستی بود که با فامیل های قریب دیگر که حالا قریب بودن با هم دیگه اینا بدونن با هم دیگه زندگی کنن در یک جایی. زندگی کردن بگو مثلا 15 تا 20 تا بشر هرچی هم که چیز بخواد بدونه تا زنده بودن مثلا 1000 تا بشر در یک قبیله یا در یک دهکده اینا شروع میکنه تبدل لازم دارن آقای بله تبدل و باید و باید و وقت که تبدل که پیدا میشه مثل حالات شده دیگه دوستی میاد تو کار نمیدونم کشتن میاد تو کار هم دیگر شروع میکنن به کشتن و اینا اون بنابراین میبایستی بود یک قوانینی به وجود بیاد یک چیز که طبق اون قوانین بتونن که این آدمی که شروع کرده به اینی که تکامل پیدا کنه بتونن اینها طبق اون قوانین با همدیگه در یک قبیلهی در یک دهکدهی زندگی کنن. فهمیدید؟ بزرگترین استپی بود که بشر درست برداره از تکاملش به اون کسی که یه فامیل درست کرده بوده 4-5 نفر با هم دیگه بوده تا این دیگه امروز که ما الان من بنده اینجا که نشستم در بیولی هیلز کجاست، یک قسمتی از شهر لس آنجلس کجاست، یک قسمتی از استیت کالیفرنیا کجاست، یکی از استیتایی است که آمریکا رو به وجود آورده. اوکی؟ و مثل همین سابچه که من به تو گفتم چند تا 50 تاش فقط در آمریکا وجود داره، در کانادا و مملکت های مختلف در قاره های مختلف همه اینها به وجود آمده. اینا از اولی که اینا شروع کرده بودن به حاضر شدن و اینا اون به کار افتادن اینا قوانینی میخواست. حالا چی قانون میاره؟ اوکی؟ ترس. ما الان قوانین مختلفی داریم برای اینی که از بیولی هیلز که یک ویلیجیه بگید تا خود استیت یا تا خود کالیفرنیا یا تا خود آمریکا یا در قاره آمریکا یا در همه قاره هایی که مختلف هستن و همه مسافرت میکنه باید اون بگیدیم که با تمدن رفتار کنیم. از کجا شروع شد؟ باید برگردید به 50,000 40,000 50,000 سال پیش که اینا شروع کردن به اینی که تمدن اولیه رو پیدا کنن که بتونن با همدیگه زندگی کنن. این تولد اولیه که اینا شروع کردن با همدیگه زندگی کردن و اینا اون و قوانینی که گذاشتن، ترس چیزی بود که اینا تونستن از ترس استفاده کنن. متوجه میشین؟ بله. و یه کاری بکنن که مردم یه خورده جلو این خود همدیگر رو کشتن، از همدیگه دزدیدن، خلاف در هر صورت چی؟ جلو خلاف رو بگیرن، خلاف باری کرد بهتری تو باید یار ببن یاره جلو خلاف کردن در زد یک جامعه ای رو جلو خلاف کردن رو بگیرن. پس این چطور شد؟ کم کم دولت به وجود اومد. اوکی؟ دولت هم اول فقط یه نفر بود که رئیس قبیله بود. گوش میدید؟ اینا کم کم بزرگ شد. حالا کم کم قبل از اینی که دین به صورتی که ما امروز میدونیم به وجود بیاد، آقای باقری دین به وجود آمده بود، ولی نه اون دینی که ما الان داریم. یهودی ها هستیم و مسلمان ها هستیم و کریستیان ها مسیحی ها هستیم و اون یکی دیگه که این اینایی که تو چین هستن چی بهشون میگن، یه دینی هستن به هر صورت. قبل از اینی که این دین ها به وجود بیاد، تقریبا وقتی که یک
شهرهایی که به وجود آمده بودند، فقط شهر بود. بریم اینو برمیگردیم در حدود 20 هزار سال پیش، حالا داریم میایم جلو. از 20 هزار سال پیش که اینها فامیل شروع کرد به وجود آمدن، فامیل بود، یه مرد و یه زن که عروسی میکردن دیگه فامیل میشدن، میرفتن تا دو سه تا بچه بیارن، تا وقتی بچه هم 21 دو سه سالشون باشه و اونها هم با هم یه عروسی کنن و برن و فامیل های بزرگتر بیشتر بکنن. این فامیل ها که خود با هم دیگه رابطه داشته باشن و با هم دیگه نایس باشن و خلاف نکنن و اینا، هر کدوم اینها هنوز به یک چیزی اعتقاد داشتن که میگفتن اینها زندگی ما رو داره، مثل اینکه حالا که ما داریم میگیم خدا، اینها روی زندگی ما میتونن اثر بذارن و کار برای ما درست کنن. یعنی بوتا. حالا با این از کجا میدونیم؟ ما فسیل اینها رو داریم میبینیم. شما در خیلی از موزه هایی که در دنیا اگه برید و ببینید و اینا، اون فسیل این بت هایی رو که هر کسی وقتی عروسی میکرد یه دونه بهش میگفتن، اولین کاری که خود بکنه این بود که بره یه بت درست کنه، بت رو ببره تو خونش بذاره، بگه که این بت به حساب باعث گذشت فامیل منه که ما چجوری بکنیم، خدای خوشبختی اون زود. باریکلا اینجوری بود، اینجوری بود که شروع شد. و اگر میگفت اگر نکنم، میترسید از اینی که این بت زندگیشو خراب کنه. درست. چرا؟ چون بت زندگیشو داشت میگردون. متوجه میشه چی میگم؟ بله بله. اینجوری شد که شروع بت پرستی شد. و قبل از اینی که دین به وجود بیاد، اونجوری که برای شما امروز دین رو بشناسیم، چهار تا دینی که داریم، دینای مختلفی که داریم، این ادیان مختلف، اینا چجوری زندگی ما رو دارن میگذرونن الان دیگه، همه جای دنیا دیگه شده این چهار تا پنج تا دین دیگه، بقیه که البته نصف آدم های دنیا بیدینه، اونم تازگی ها شروع شده. ولی این موقعی بود که یک دین دیگه به وجود آمد که جای بت رو بگیره، که در هر خونه یه بت بود. اونا برای هر اصلا هر موضوع یه بت درست کرده بودن دیگه، برای خودشون دیگه یه بت داشت. مثلا یه بت، هر یکی از چیزایی که من خودم دیدم در اروپا، یک فسیل یک بتی رو دیدم که به این میگفتن it was the بتی بود که باعث به وجود آمدن بچه، وقتی بچه بود. این یه چیزی که تو بشره، وقتی که زن میگیرید و اینا، اون فورا دلتون میخواد به بچه بیارید. گوش میدید؟ همین جوری که الان ما هممون دلمون میخواد وقتی زن میگیریم یه بچه بیاریم و اینه، اون موقع اونا همچه انتظاری هم داشتن، منطقه انتظار داشتن که بوته این بچه رو به اینا بده. گوش میدید؟ بوته باعث میشه که خانم ها به سر بشه. ولی بوته چه شکلی رو داشت؟ بوته آقای داری جا معذرت میخوام این بوته یه آلت تناسلی داشت، گوش میدید، که بزرگیش دراستر از دستش بود. البته خیلی جای دنیا الان هنوز هم هست، مثل هند و خیلی جای دیگه یه همچین مراسمی دارن. درسته همچون چیزی هست، ولی این مراسم مال 12-13 هزار سال پیشه. گوش میدید، قبل از اینی که دین اینجوری که ما الان میشناسیم به وجود بیاد. حرفی که من میخوام بزنم اینه که این پرستی و این باور به اینی که یک چیزی بیرون از نیروی ما، بیرون از قدرت ما داره زندگی ما رو میگردونه و باعث میشه که چیزهایی که ما دوست داریم در زندگیمون، مثل سلامتی، مثل بچه، مثلا وقتی که چیز میکاریم تو زمین همون و این اون، خدای زراعت، خدای خوشبختی، خدای دریا، خدای باران، همه اینا، باریکلا، آره همه این خدا وجود داشته در
اون چندین هزار سالی که بت پرستی وجود داشته، در حالی که بشر داشته تکامل پیدا می‌کرده، از اون حیوانی که از میمون تکامل پیدا کرده بود بیاد به ما برسه که اینجا نشستیم. من دارم با شما راجع به این در این کامپیوتر، شما تو استودیو هستید، من اینجا پشت یک کامپیوتر هستم. کی فکر میکرد 25 سال پیش همچین چیزایی باشه؟ این پیشرفته، این پیشرفت هاییست که بشر کرده. این پیشرفت ها از کجا شروع شد؟ موقعی شد که یکی دو سه تا مملکت پیدا شد که این در اینها فامیل ها و اعضایی رو داشتن که اینها در اون موقع البته خودشون سمارت بودن. میدونید اولینش کدوم بود؟ گریس بود، یونان بود. یونان بود، بعدش ایران بود. ایران ما در زمان قبل از داریوش کبیر، موقعی که زرتشت رو به وجود آورده بودن، اوکی؟ این حرفی که داشتیم میگردیم راجع به اینی که هر مملکت یک چیزی داشت، یه خدای واسه خودش درست کرده بود، در ایران اولین مملکتی بود که همچین خدای واسه خودش درست کرد و ما الان بهش میگیم زرتشتی ها. هنوز هم هستن، اوکی؟ من مرسه فیروز بهرام رفتم ایران، بنابراین میدونم که زرتشتی ها چه چیزایی رو باور دارن به اینو. شما اگه برید زرتشتی ها رو ببینید، دین زرتشت هیچ فرقی با دین یهودی یا با دین اسلام یا مسیحیت و اینا اون نداره، باوره. گوش بدید، قوانینشون فرق میکنه ولی در اصل ریشه به اعتقاد به یک خدای نادیدنی است دیگه. بنابراین اعتقاد به یک چیز خارج، چی بگر اینو، یه چیزی مثل خداوار، بله. اعتقاد به اون به وجود آمد و وقتی شما فکر میکنید که این اعتقادی که من دارم به این خدای، حالا من یهودی هم، حالا اینو بگم که چجوری به وجود آمد. شما که مسلمون هستی به حضرت علی و نمیدونم محمدش، اونم تازه هم شیعه و سنی داریم، یا علی یا عمر، بالاتر از اون بخواید برید به خود محمد، این اون اعتقاد دارید و به اونها دعا میکنید که زندگی خوبی رو بهتون بدن، دعا میکنید که بچه های خوبی بهت بدن، اگه بچه مریض میشه دعا به اون میکنید که بچه تو خوب بکنن. گوش میدید، این بیلیف به وجود آمد، اعتقاد این اعتقاد به وجود آمد. ولی قبل از اعتقاد هنوز بشر تکامل کاملی که لازم داشته پیدا نکرده. پیدا کرد موقعی که بشر شروع کرد به اینی که اطراف خودش رو نگاه بکنه، ببینه که ای بابا، مثلا وقتی که یه دونه قایق درست میکنه میذاره روی یه دریایی یا یه دریاچه‌ای یا یه رودخانه یا اینا، اون چجوری میتونه که یه کاری بکنه که این غرق نشه، سوراخ نشه و غرق بشه و اینا. اون شروع کرد به فیزیکس آف ایت، یه چیزهایی که درست بکنه. و موقعی بود که آقای داریوش خان چرخ اختراع شد. خب جناب ویکتوری عزیز، ما 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، 3 دقیقه و بعد به یه جایی برسونمش. آره، برسونینش که بعدم دیگه منم یه توضیح بدم راجع به کتابا و بعد چه کار داری میکنی؟ من الان دارم برای شما توضیح میدم که ما چجوری، اینو یادت باشه که دفعه پیش درباره این صحبت بکنیم، چجوری از 18 سال پیش ما شروع کردیم به اینی که چرخو که اختراع کردیم. این the wheel was the first one، اولین چیزی که بشر اختراع کرد که باعث تمدنش شد و باعث جلو رفتن تمدنش شد، چرخ بود. یه چرخی که ما دارید میبینیم یا به ماشینمون وصله یا به گاریمون وصله یا به این اون، این خودش یک شیئی هست که باعث شروع شدن تمدن
در بشر، مادر همه اختراعات میگن چرخ دیگه. مادر همه اختراعات که دفعه پیش از اونجا شروع میکنیم و میریم جلو به اینی که ببینیم چجوری این اختراعات مختلفی که بشر کرده چجوری به وجود اومد تا اینی که چجوری به ساینتیست هایی رسیدیم مثل گالیلئو و نیوتن و آینشتاین و این اون که اینها علم فیزیک رو به وجود بیارن. گوش میدید؟ و اون چی بود؟ cause and effect بهش میگن، علت و معلول. علت و معلول اوکی، این پایه cause and effect که میبینید علت و معلول، این پایه علم و پایه ساینسه که انسانی که با عقل اومده بود، انسانی که جلو اومده بود، تکاملش خیلی بیشتر از تکامل حیوانا و چیزهای دیگه بود، شروع کرد به اینها رو دیولوب کردن و همینجوری که اینها رو به وجود میورد، سال به سال در مملکت به مملکت، در قوم به قوم، گوش میدید، اینا بعضی ها جلوتر میرفتن و اینا اون، و بنابراین این موقعی بود که we had the Romans نمیدونم این چیزهای مختلف، ایرانی ها مثلا، ایران در همچین تاریخی من دارم الان باش صحبت میکنم، ایران یکی از مهمترین و یکی از بزرگترین قسمت بشراتی بودن که به تمدن بشر کمک کردن. یک آیدیای خوب بهتون دادم به اینی که چجوری ما داریم تکامل پیدا میکنیم. دقیقا ما در از لحاظ مذهبی هم پس ما مرحله ای رو رسیدیم که مردم برای خودشون بت‌هایی رو درست کردن، اون بت‌ها رو می‌پرستیدن و رسید به یک جایی که یه شخصی مثل حضرت ابراهیم پیدا شد، رفتش مذهب امروز رو بگو. آره، حالا البته من یه نکته‌ای هم به شما بگم آقای ویکتوری، این که میگن که شما باید به مخصوصا مذهبیون خیلی موقعی که در قدرت نیستن میگن باید به عقاید همدیگر خیلی احترام بذارید، شما باید عقیده همدیگر محترم بشمارید. البته وقتی که به قدرت میرسن این حرف رو نمیزنن، وقتی نیستن. اولین کسی که به عقاید بقیه احترام نذاشت همین حضرت ابراهیم بود که رب بوت همه رو زد شکست. ابسولوتلی درسته، این چیزیست که دفعه پیش میشه. خب شروع کردیم به اینی که نقش دین یعنی نه، یعنی باور به یک چیزی. دفعه دیگه درباره اون صحبت که چجوری به وجود آمد و کم کم میریم جلو تا اینی که امروز برسیم و بیاییم و بعدا این موقع خیلی اینترستینگ خواهد بود وقتی من شروع کنم به صحبت کردن اینی که این دنیایی که ما داریم 200 سال پیش چی خواهد بود. بسیار عالی. من یه توضیحاتی هم راجع به کتاب ها بدم. این دو کتاب خدا دین علم که زیرنویس یه سابتایتلش هم هست چرا بشر خدا را آفرید و پدیده های فضایی حقیقت یا رویا، این دو کتابیه که ما در حقیقت تمام مطالبی رو که جناب ویکتوری صحبت میکنن در این 7 برنامه گفتن و ایشالله در چندین و چند برنامه بعد هم صحبت میکنیم، موضوعاتیست که در این دو کتاب جناب ویکتوری به رشته تحریر داره بردن به 2 زبان فارسی و انگلیسی همراه با عکس‌های گوناگونی که هر کدومشون راجع به هر موضوعی که صحبت شده سعی شده تا اونجایی که میشه عکساش هم گذاشته بشه. این دو کتاب همینجوری که شما اطلاع دارید قیمتش 100 دلار بوده هر کتابی، که البته اون موقعی که چاپ شده، الان بخواد چاپ شه 100 دلار فقط میشه با این کیفیت. هر کدوم ببینی خیلی اینا خیلی حرف، دو جلد داره، جلد سخت و گالینگور داره و یک جلد لوکس هم روش هست. اینم من بارها گفتم این شکل انقدر حرفه‌ای این کتاب اینجوری چاپ شدنش به خاطر اینه که این رو شما بتونین اگر مایل باشین هدیه بدید به دوستان ایرانی و غیر ایرانیتون، چون همجور که گفتم نصف کتاب فارسیه، همون مطالب به انگلیسی ترجمه شده و این دو کتاب رو میتونید الان اگر زنگ بزنید به این شماره 818-451-5678 دو کتاب رو به جای 200 دلار میتونید 120 دلار بخرید. که همینجا من یه بار دیگه تشکر میکنم از جناب ویکتوری که یه همچین تخفیف قابل ملاحظه‌ای رو
روی این کتاب ها گذاشتن که شما بیشتر این کتاب ها رو بتونید توانایی داشته باشین تهیه کنین، و حتی اگر دوست داشته باشید به صورت هدیه به هر کسی که مایلید بدید. این کتاب ها همونجور که گفتم اگر شما در ادام مثلا بخواید کتاب های قبلی آقای ویکتوری رو هم تهیه بکنید در ایبی یا در جاهای مختلف 300 400 دلار هم قیمت گذاری شده. این دو کتاب هم همانند سه کتاب قبلی که دیگه نایابه تعداد زیادی نمونده، خیلی تعدادش کمه، ولی حتما حتما زنگ بزنین 818-451-5678 و این دو کتاب رو تهیه کنین. این دو کتاب، هر دو کتاب در حقیقت از به نوعی به همدیگه وابسته هم هستن، در این حال که مستقل هم هستن. از لحظه بیگ بنگ شروع شد، یعنی از لحظه پیدایش جهان شروع شده و ادامه پیدا کرده، تبدیل انرژی به ماده، تبدیل عناصر مختلف مثل هیدروژن و غیره، بعد تشکیل ستاره ها، ستاره های دست اول، دست دوم، دست سوم، و سیارات و تشکیل کهکشان ها و کره زمین چگونه به وجود اومدنش که در جلسات قبلی اگر مشاهدگر این برنامه بودید حتما شما متوجه شدید که مراحلی رو حیات طی کرده تا رسیدیم به ما. حالا حیات در زمین، به وجود آمدن اقیانوس ها که اینا رو دفعه قبل کاملا توضیح داده شده راجبش، به وجود آمدن انسان هم که بخش عمده ایش رو خب باز دوباره در این جلسه بررسی کردیم، و امیدوارم که این برنامه ها اونجور که ما دلمون میخواد و برای آگاهی و دانش علمی شما مهم هستش مفید فایده واقع بشه. حتما به این شماره 818-451-5678 زنگ بزنید. حالا از آمریکا، از کانادا، از اروپا، هر جایی که میخواید میتونید تماس بگیرید. با واتساپ هم میتونید با این شماره تماس بگیرید که تلفن مجانی باشه اگه موقع از شهرستان، از میگم شهرستان، از اروپا یا جای دیگه میخواید تماس بگیرید. جناب ویکتوری در پایان اگر صحبتی داریم بفرمایید که برنامه‌مون به اتمام رسید. هفته دیگه خدا یار و نگهدارتون تا برنامه بعد.